ایران به آتش می کشد بنیاد استبداد را خیزش به شارت می دهد دوران عدل و داد را درود بر بینندگان و نیز شنوندگان برنامه تفسیر رودادها از تلویزیون رنگین کمان با سپاس از آقای سالار عقیلی و سازنده این آه، آهنگ و تران سوار که این آهنگ قشنگ ملی رو خوندن و من از فرصت ساده کردم زمن که گوش میکردم و به رویدادهای آبان میاندیشیدم این به ذهنم اومد این بیتم گفتم که تکرار میکنم ایران به آتش میکشد بنیاد استبداد را خیزش بشارت دهد دوران عدل و داد را امروز پنجشنبه پنجم دیما برابر با 25 دسامبر میلادی است و برنامه امروز رو با چهلوم جانباختگان آبان ماه ایران شروع میکنیم به یاد اونها به افتخار جانبازی اونها در راه رهایی ایران و همینطور اشاره میکنیم که هم سردمداران نظام آنچنان وحشت زده شدن از برگزاری چهلوم که در ایران مرسومه در مذهب مرسومه چهلم میگیرند آنچنان وحشت زده شدن که تمام خانواده های که عزیز از دست دادند اینها رو تهدید کردند که مراسم چهل نگیرن البته خانواده بختیاری پدر و مادر پویای بختیاری استثنا هستند و زیر بار نرفتن و میدونیم که بازداشت شدند نه تنها خودشون بلکه خانواده و خاندان در حقیقت که بچه یازده ساله هم در میان اونها هست مادر پویا بختیاری این خانوم ناهید شیرپیشه از شیرزنانی است که پرچمدار مبارزه آزادی در ایران بوده و هست و من بارها در های تلویزیونی یادآور شدم ملتی که شیرزنانش در صف اول مبارزه مبارزه آزادی خواهانه و ملی گرایانه قرار دارند اون ملت پیروز میشه و یکی از دلایل اعتقادم و ایمانم به پیروزی ملت ایران اینه که شیرزنان ما در صف اول مبارزه قرار دارن و دیدید که سردمداران نظام مجبور به عقب نشینی کردن و سرانجام وارد ورزشگاه آزادی شدن در حقیقت آزادی خودشون رو نشان دادن به هر روی با تمام تلاشهایی که سردمداران نظام و مقامان عوامل امنیتی و سرکوبگر کردن برای جلوگیری از عدم برای جلوگیری از مراسم و آین چهلومه جان باختگان و حتی انترنت رو قرد کردن در بسیاری از استانها ولی تا اونجایی که خبر رسیده مردم این چهلم رو پاس داشتن و یاد بود اونو و به یاد بود اون به خیابان ها اومدن در شرای مختلف و خوشبختانه حادثه اصفناکی روی نداد ولی مردم یک بار دیگه قدرت خودشونو و خودشون رو متقابلا ترس سردمداران رو به نمایش گذاشتن همونطور که گفتم تکرار میکنم نهزت آزادی, خواه، آزادی خواهانه و ملی گرایانه ایران نهزتی رو به سعود و نظام جمهوری اسلامی نظامی است رو به سقوط به زودی برتری نهضت آزادی خواهانه خواهد شربید بر جمهوری استبداد مذهبی و با قاطعیت میتونم بگم نظامی که ده درصد مردم ده درصد مردم مملکت رو خودی میدونه و 90 درصد مردم و غیر خودی این نظام پابرجا نمیمونه و محکوم به سقوط و نابودیه برای بینندگان به ویژه بینندگانی که در ایران هستند یا در اروپا نیستند یادآوری میکنم که در بسیاری از شهرهای اروپا به یادبود چهلمین روز در گذشت جانباختگان آبان ماه گرد همایی انجام شد که بسیار خوبه همیشه پیشنهاد من این بود که در خارج اجتماع کنیم و گرد همایی در جهت پشتیبانی و حمایت از مبارزات مردم انجام بدیم نقطه ضعف برخی از این جرد حمایا که در کل خوب بود و تکرار هم خواهد شد این بود که در بعضی از شهرها متاسفانه هموطنان ما به جای که به خاطر جان باختگان راه آزادی در کنار هم قرار بگیرند در دو نقطه متفاوت شهر چم می‌شدند که امیدوارم این طرز تفکر طرز تفکر تفرق انداز و جلایی طلب هر چه زودتر به پایان برسه در مورد رویدادهای هفته گذشته میتونم اشاره کنم که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای در صحبتهایی تلویحا خواسته بگه یا اشاره کرده که اگر ما نباشیم ایران تجزیه خواهد شد و این متاسفانه چیزیه که برخی از ایرانیا باور دارن این مسئله رو و چه بسا مبارزات تندی را با سردمداران نظام شروع نکردن از نگرانی و ترسی که از جدایی دارند من اینجا برای آگاهی اون دست از هموطنان اون گروه از هموطنانی که احتمالاً اینطوری فکر میکنن یا حرفای ایشون رو باور دارن یادآور میشم که ایران هرگز تجزیه نخواهد شد اگر در طول تاریخ برخی از بخش های سرزمین ایران که ملیت ایرانی داشتن فرهنگ ایرانی داشتن تاریخ مشترک داشتیم اگر جدا شدن هیچ کدوم از این جدایی داوطلبانه نبوده در اثر شکست نظامی ما مجبور شدیم بخش از سرزمینمون رو از دست بدیم اونم در اثر ظلم و ستمی که زمامداران بر مردم میکردن و بی خودشون و عدم آگاهی سیاسی خودشون باعث این جدایی شده که امیدواریم چنانچه در این سرزمین ها مردم موفق بشن قدرت رو به دست بگیرن و مردم سالاری حاکم بشه بتونیم در کنار هم قرار بگیریم و یک واحد بزرگ مثل اتحاد اروپا تشکیل بدیم اگر کشورهای اروپایی با فرهنگ مختلف با زبان مختلف با تاریخ مختلف با جنگ و کشتارهای وحشتناک گذشته میتونن به خاطر منافع ملی در کنار هم قرار بگیرن طبیعی است که ما که دارای تاریخ مشترک و فرهنگ مشترک و گهگاه زبان مشترک هستیم طبیعی است که ما هم میتونیم یک همچین اتحادی به وجود بیاریم به شرط اینکه زمامداران این کشورها برگزیده و نماینده مردم باشن مردمی که علاقه به دلیل جدایی که استعمار ایجاد کرده بار دیگه در کنار هم قرار بگیرن اما این نکته باید بگم که خطر تجزیه معمولا در کشورهایی که دیکتاتوری و خودکامگی وجود داره در کشورهایی که مردم آزادی دارن و در سرنوشت ملی و در سرنوشت منطقه‌ای خودشون دخالت میکنن شعار تجزیه به جایی نمیرسه من نمونه میارم چه کانادا کانادا میدونین کانادا تمام استانهاش انگلیسی زبان هستن جز کب... که فرانسه صحبت میکنن خیلی موردا بوده که بودن کسانی که سر کردن که کبک رو از کانادا جدا بکنن حتی ژنرال دوگل هم یک بار در مسافرت به کبک این اشتباه رو کرد و از این جدا تروی حمایت کرد که خیلی از نظر سیاسی به زیانش تموم شد به زیان این مرد بزرگ ولی هیچ وقت این شعارها به جایی نرسید برای اینکه در مردم در همه پرسی رای به جدایی ندادن در اسپانیا باسک میخوان جدا بشن ولی جامعه قبول نمیکنه مردم قبول نمیکنه در کبک هم در فرانسه و هم در اسپانیا مردم هستن نه مردم هستن کسانی که مردم رو تشویق میکنن به جدایی ولی ره به جایی نبرده در انگلستان اسکاتلند 700 سال در حقیقت مستمره انگلیس شده و تمام این مدت تلاش میکنن که مجددا به صورت یک ملت و یک کشور جدا بشن از انگلیس از جامعه انگلیستان اما حتی در همه پرسی که دو سه سال پیش انجام شد مردم کمتر از 50 درصد رای به جدایی دادن همینطور در کرس فرانسه که سال به خاطر جدایی حتی جنگ مص... یعنی مبارزه مسلحانه میکنن مبارزه قهرامیز میکنن ولی باز هم مردم کرس رای به جدایی ندادن در بلژیک گرو... یعنی بخش فنلاند که زبانشون فرق میکنه با بقیه که فرانسوی هستند، اونجا هم ره به جایی نبرده شعار تجزیه فقط در کشورهایی مردم رو به دور خودش جمع میکنه و اثرگذار و تاثیر گذار میشه که مردم از نظام اون مملکت ناراضی باشن نظامی که آزادیشون رو بین برده باشه نظامی که استقلال مملکتشون رو بین برده نظامی که اونها رو به فر کشونده بوده در این مورد نمونه های زیادی داریم جدا شدن بنگلادش و پاکستان ایوب خان ایوب خان دیکتاتور دیدید بخش بزرگی از کشور پاکستان جدا شد و کشور بنگلادش رو به وجود آورد اتیوپی همشه سابق همینطور در سودان قسمت جنوب از قسمت شما تمام این کشورهایی که به این سرنوشت دچار شدن عامل بزرگ نظام سرکوبگر خودکامه و مستبد مرکزیشون بوده بنابراین ایران آزاد شده از دست ظلم و ستم سردمداران ضد بشر و ضد ایرانی جمهور اسلامی هرگز تجزیه نخواهد شد و همونطور که گفتم این امکان است که چنانچه مردم سالاری در کشورهایی که فرهنگ مشترک دارن و تاریخ مشترک داریم شکل بگیره یک اتحاد از ما مردم جدا شده در اثر استعمار پدید بیاد مطلب دیگه هم که میخوام اشاره کنم اینه که حسن فریدون معروف یا زیر نام حسن روحانی که اولین کسی بود که عنوان امامو به روح الله خمینی داد و پاداشش هم این بود که از حسن فریدون تبدیل شد به حسن روحانی در پی اینه که پنج میلیارد دلار وام بگیره از روسیه شوروی ببخشید روسیه امروزی که یکی از این مارسیده ها اصرار داره بگه فدراسیون روسیه و نیز در تلاش که از سنگاپور که نظر مالی برحال این مندر کوچیک بسیار غنیه و امکانات پیشرفته است در این زمینه و مرکز بورس آسیا است تقریبا از اونجا وام بگیره چرا حسن فریدون و دیگران سعی نمی کنن اکنون که در تنگنا قرار گرفتن اکنون که نمیتونن حقوق مردم بدن و حتی حقوق عوامل سرکوبگر خودشونو نمیتونن بدن و من و ما ما ایرانی ها امیدواریم که با عدم قدرت مالی سردمداران و عدم پرداخت مزایا به عوامل سرکوبگر این عوامل متوجه بشن که این امکانات رو میدن برای اینکه هموطنانشون رو سرکوب بکنند و اینها رو در رأس قدرت قر... در رأس قد... اینها رو تایید بکنن باعث بقای اینا در رأس قدرت بشن که اینها بتونن مملکت رو بچاپن چپاول کنن و همه این سوء استفاده مالی رو به بانک شیطان بزرگ و شیطان کوچیک منتقل کنن چرا این آقایون به فکر این نمیرسن الان که در تنگنا قرار گرفتن از مالی تلاش نمیکنن که اون چاپیدن و بردن برگردونن نه تنها این کار نمیکنن حتی بهره های اونها را بر نمیجردن یعنی همون نزولی که روز اول میگفتن در اسلام حرام و حالا بانک اسلامی هم درست کردن که با نزول معمولا بانک با بهره و کارمز سر پا میسه چرا حسن فریدون این کار رو نمیکنه چرا همکاراش دنبال این نیستن ولی دنبال وام از کشورهای خارج هستن حالا سنگاپور رو میذاریم کنار چون از نظر سیاسی و نظامی قدرتی نیست ولی اینها دنبال همون نظریه رفسنجانی هستن شیخ علی اکبر آ شیخ علی اکبر رفسنجانی هستن که میگفت اون زمانهایی که رئیس جمهور شد میگفت تا میتونیم سرمایه گذاری کشورهای غربی رو یا ژاپن رو دعوت کنیم که بیان در ایران سرمایه گذاری کنن و زمانی که ببینن نظام ما در خطره به خاطر منافع خودشون هم شده از ما حمایت میکنن و این چیزی بود که در ذهن اینا بود ولی به دلیل روابطی که الان به وجود اومده و بدنامی که اینا در دنیا خودشون در بین افکار عمومی مردم جهان به وجود آوردند بدون تردید هیچ کشوری حاضر نیست یعنی هیچ سرمایه داری از این کشورها حاضر نیست بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه عدم امنیت و چپا ولگری سردم داران باعث میشه که چنانچه بیان و در ایران سرمایه گذاری کنن که گفتم نمیان اون سرمایه خودشون هم به خطر انداختن بنابراین امکان تشویق سرمایدارا به این که بیان در ایران سرمایه گذاری کنن که روزی که نظام در حال سقوط هست از بقای نظام حمایت کنند وجود نداره تنها راهی که به عقل ناقص اینا رسیده اینه که بیان وام بگیرن و با وام گرفتن از روسیه و احتمالا در آینده از چین اینها به خاطر برگشت وامی که دادن از بقای نظام حمایت کنن قافل از اینن که به هر حال وقتی نظام ملی در ایران حاکم باشه تعهدات منطقی رو قبول میکنه همونطور که تعهدات غیر منطقی رو نمیپذیره چین الان میتونم بگم که بیش از 50 سال میگه فرموز جزئی از خاک چینه فرموز الان یک کشور قدرتمند مالی و صنعتی و در دنیا به حساب میاد ولی اونها همچنان روی حرف خودشون ایستادن به این دلیله که من میگم و یقین دارم که جوانایی که در آینده ایرانو در, در اداره ایران به دست میگیرن و قدرت به دست میگیرن پافشاری خواهند کرد که جدایی بحرین در زمان دوران خودکامگی بوده و مورد قبول ملت ایران نیست و بحرین همچنان جز ایران به حساب میاد ولی اینکه عملا اون عضو سازمان ملل باشه ما همچنان روی این مسئله پافشاری خواهیم کرد در آینده که مردم سالاری در ایران حاکم باشه همچون در مورد حق و حقوقمون در دریای مازندران بنابراین این ترفند یا این تصوری که اینها کردن به جایی نمیرسه ولی همه جای صحبت من این بود که تمام تلاش ما برای رسیدن به آزادی و برای استقرار مردم سالاری است که بدون شک هر چه نزدیکتر از نظر تاریخی بهش خواهیم رسید چرا برای اینکه ملت ایران در خواستهای خودش چه خواستهای امروزش یا چه خواستهای تاریخی ملت ایران حقانیت داره ما آزادی و استقلال که دو روی یک سکه از آرمان های تاریخی ملت ماست این که مردم میخوان در فقر زندگی نکنن مردم میخوان آزاد باشن مردم میخوان این سرمایه های ملی ایران به جای چپاول و صرف کشورهای دیگر این جریانات اسلامی دیگر البته در کشورهای دیگه بشه صرف سعادت و نیکبختی خودشون و فرزندانشون و آینده ایران بشه ما در تمام این مسائل ما مردم که جزی از ملت ایران هستیم و این توضیح هم بدم برای اینکه از زمانی که حزب توده در ایران قدرت سازماندهی تبلیغاتی داشت این چیز اشتباه رو در ذهن آورده که هر گوشه ایران یه ملت هم ملت نمیدونم حتی باهایی هم یه روزی ممکن بیرم ما ملت باهایی هستیم و ایسوی هم ما ملت ایسوی و یهودی هم, هم همینطور مل مردم ساکن در یه سرزمین مردم اون کشورن. ما الان چندین میلیون ایرانی در خارج داریم ولی چون سرزمین نداریم ما ملت ایران در خارج نیستیم مردمی که در یک سرزمین زندگی میکنن مردم اون کشورن نسل گذشته به اضافه نسل کنونی و نسل آینده ملت رو تشکیل میده و من یه روزی در مورد این اشتباهی که به عمد حزب توده در ایران رایش کرد به دلیل موقعیت روسیه شوروی امروز صحبت خواهم کرد و با بینندگان و هموطنان در میون خواهم گذاشت برمیگردیم به اینکه ملت ایران همونطور که گفتم در خواستاش در آرمانهای تاریخیش در مطالبات امروزش حقانیت داره ولی قدرت نداره و برای اینکه به خواستهای خودش برسه چاره نیست جز اینکه این, این حقانیت رو تبدیل به قدرت بکنه متقابلا سردمداران جمهوری اسلامی حقانیت ندارند ولی متاسفانه به دلیل حمایتی که شد و اینا رو به قدرت رسون و حمایتی که شاید میشه برای بقاینا قدرت دستشونه و ما چاره نداریم جز اینکه قدرت رو از قاسبان قدرت بگیریم و منتقل, منتقل کنیم به مردم صاحبان این کشور من در اینجا یک استعداد دارم یک خواهش دارم یک تمنا دارم از هموطنان عزیز چه داخل چه خارج به ویژه از جوانان که پرچمدار تمام این گرد همایی شدن چه در زلزله زند راشید. چه در زلزله کرمانشاه و چه در رویداد فروردین ما در سیلاب که در نقاط مختلف کشور انجام شد سردمدار بودند و این گرد همایی و این همبستگی رو به وجود آوردن که باعث افتخار ماست و تاریخ به اشاره خواهد کرد می کنم توجه بکنن که انقلاب مشروطه ماست حدود ۱۵ سال پیش انجام شد و به پیروزی رسید موقعی که دنیا دنیای اون روز در تاریکی بود و بخش های بزرگی از آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین مستعمره کشورهای استعمارگر بودن ما امروز که دنیا به آزادی رسیده حتی در آفریقا در آمریکای لاتین در تمام کشورهای آسیایی از اندونزی گرفته به آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوب غربی همه به آزادی ظاهرا به هر حال اگر عملا هم نیست ولی دموکراسی و آزادی جزء اصول حکومت شده امروز صدای من اینه که دنبال دیکتاتور نگردن انقلاب مشروط ضد دیکتاتوری و ضد استعماری بود البته دیکتاتوری اون زمان فقط دیکتاتوری شاهان نبود دیکتاتوری پادشاه نبود دیکتاتوری دکونداران دین بود و اون قیام عملا نه تنها دست شاهان از قدرت غیر قانونی کوتاه کرد دست آخوندارم هم کرد که متاسفانه به دلیل عدم انتشار کتاب های زمان مشروطه نسل جوان ما در چه سال پیش از جنایاتی که آخوندار در قبل از انقلاب مشروطه می کردن بی اطلاع بودن و یکی از دلایل گول خوردن مردم و جوانهای ما و نسل اون زمان این میتونست باشه به هر روی امروز که دنیا رو به آزادی داره میره استدای من اینه که دنبال دیکتاتوری نگردن ما 115 سال برای آزادی مبارزه کردیم باید به حق حق داریم و باید به آزادی برسیم این که آیا دیکتاتوری ما رو نجات میده آیا این دیکتاتوری بهتره یا اون دکت دکتاتوری بهتر بود اینها چیزایی که در جمهوری اسلامی هم بد و بد آوردن. ما رو فقط آزادی نجات میده مقایسه میکنم هندوستان چهل و سه سال بعد از ما با آزادی و حکومت قانون و فرمان روی قانون رسید امروز کجاست و ما در کجا یه مثال دیگه اینکه جوانای ما که در ایران هستن جان میبازن ولی جوانای ما که خوشبختانه موفق شدن به خارج بیارن میان ببینین چه در زمینه دانش علم و حتی در زمینه های اقتصادی پیش دفتر کردن این تفاوت آزادی در خارج از ایران و داخل ایران رو میرسونه که صحبت های زیادی داریم سعی میکنم در فرصت های مناسبی صحبت بکنم فقط اشاره کنم ما در تاریخمون یک به سربداران داشتیم که مختصر بعداً تا خیلی فشده تا می میدم خواهم گفت ولی امروز نهزت جان به لب رسیدگان داریم همونطور که نهست سربداران پیروز شد نهست جان رسیدگان امروز ایران پیروز موفق و کامیاب خواهند شد تا فرصت بعدی به خدا می سپارمتون پاینده ایران